خبر تو خبر خبر داره براتون از جدیدترین کفگرگی های بین المللی به عظما و تحریم تروریست های بسیجی. وزارت خزانه داری آمریکا در تازه ترین اقدام ضد ایرانی خود برخی سازمان های تحت نظارت بسیج مستضعفین، سه بانک ملت، پارسیان، مهر اقتصاد و شرکت های فولاد مبارکه و تراکتور سازی ایران را تحریم کرد. هر چقدر که آخوندها تلاش میکنند تا یه جوری تحریم ها رو دور بزنند، باز به جایی نمیرسن و با بحران ها شاخ به شاخ میشن. البته بزبیاری بسیجی ها فقط به فضای حقیقی محدود نمیشه. تروریست های بسیجی در فضای مجازی هم به خنس خوردن و کلی از حساباشون در توییتر ساسپند شده. 23 امشب رو آغاز میکنیم با اقدام تعامل برانگیز توییتر. توییتر برخی از کاربران ایرانی رو از آزادی بیان تحریم کرد. توییتر در اقدامی عجیب بیش از صدها اکانت ایرانی را مسدود کرد. کاربرانی تاثیرگذار و انقلابی که جز فعالین مجازی بودند و به انتشار موضوعات ارزشی می پرداختند. خلاصه این که نظام ولایت حسابی رفته زیر پرس و همین روزاست که با فشار قیام مردم یه چنین بلایی سرش بیاد. حالا توی این اوضاع و احوال زاگاریت ولی امر خالی بندان جهان رو بنگرید که تلاش میکنه وضعیت رو عادی جلوه بده و بگه واقعیت نظام ولایت اینی نیست که تبلیغ میشه. مهمترین کاری که دشمن میخواد بکنه تصویرسازی غلط از وضع کشوره. تصویرسازی نه فقط برای اغوای افکار عمومی دنیا، بلکه حتی برای اغوای افکار عمومی داخل خود کشور، حتی داخل خود کشور. یعنی حرف میزنن برای اینکه بنده و جناب عالی که خودمون تو این فضا داریم تنفس میکنیم چیز دیگه ای فرض کنیم غیر از اون واقعیتی که وجود داره. اینجاست که کارگردانهای بالیوود هم در برابر خالی بندی عظما کم میارن و دنبال ایده های جدید میرن. از اونجایی که آخوندا هرچی گشتن نتونستن تصویر مورد نظر عظما رو پیدا کنن، 4 تا بسیجی جمع کردن تا با این جور نمایشا نشون بدن که تصویر واقعی ایران اینه. البته قضیه بیخدارتر از این حرف هاست که با این جور نمایش ها بشه رفع و رجوعش کرد. کشتی نظام در حال غرق شدنه و پاسدارا و بسیجا هم از همین حالا به فکر تخلیه کشتی افتادن. اتوبوس تو قطار شما عمرن ما ببینیم. این قطار شما داره میره به پرگاه. حرف امام رو گوش نکردید. حرف آقا رو گوش نکردید. از مدیر اوتوستراد از اتوبان با این رودمه، با این نقشه، با این جی پی اس مولا گفته اون ساحل نجاته. یه احمقی از تو این اتوبان اتوبوس رو برداشته تو جاده پای دشنداد داره میره دیگه من میانگور بلدم، داره از مسیر ارتباط با آمریکایی‌ها و اروپایی‌ها میخواد ما رو با ساحل نجات برسونه. احمق الان هم ما رو برده لبه پرگاه. ما عمرن با تو میخواد قبل از اون که بخواد تهش داری ما میبینیم اینا میریزیم از این اتوبوس از این قطار پایین. ما تو کشتی شما نیستیم. این پاستار قاسمی
حواسش نیست که با این کارا به جایی که به دشمنان نظام مشت بزنه، در واقع چونه خود عظما را نشونه رفته. چون این جماعت هر چقدر که بیشتر به جون هم بیفتن، وضعیت نظام خرابتر میشه. اون احمقی که پاسدار قاسمی راجع بهش حرف میزد همین آخوند روحانیه که یه زمانی با این وعده ها سر کار اومد. مردم بدونید ما در سال 97 طبق پیشبینی های ما 100 میلیارد دلار درآمد نفتی و غیر نفتی خواهیم داشت و مخارج ما در کل از 70 میلیارد دلار بیشتر نیست. بنابراین ما مشکلی به نام مشکل ارز برای سال 97 و برای کشور و اداره کشور به هیچ عنوان نداریم. این شیخ بنفش حواسش نبود که دوره بلند کردن این جور وزنها گذشته و دور کله پا شدن آخونداست. این هم یک کامنت طنز به روزه های امیدبخش عظما و شیخ فری. آقا یک مسئول مقام بلند پایه گفت آقا دیگه نگران نباشید، من از فردا صبح میشم قیمتا رو چک میکنم. آقا ما نگران نیستیم، ما نگران نباشید گفته ندستیم که هر وقت اینجوری میگی همه چی نابود میشه. یا آقایی بگن در مورد چیزی صحبت نکن، اون میکشه بالا قیمتش، یه چند روز مرخصی بودیم ولی ما راحت بودیم. توی این شرایط بازار اعترافات هم داغه و دلواپس و دلارام همینجوری همدیگر رو دراز میکنن. ببینید این عضو مجلس آخونده چطوری دست وزیر وزرای کابینه شیخ فری رو رو میکنه. ببینید وزیری که مثلا خودش 130 تا شرکت داره، خب این وزیر که یه وزارتخونه میخواد شرکت خودش رو اداره کنه. من خودت تو دولت نیست، اونا که هستن رو بگید. نه اون هست واقعا. من نعمت‌زاده رو میگم. اون 1000 میلیارد ثروتیه. این شرکتی که دیگه نه، یه 1000 میلیارد ثروتی نعمت‌زاده بود با 150 تا شرکت که دیگه نیست. یه 1000 میلیارد قاضی‌زاده هاشمیه. حالا اون 130 شرکتی رو پس من نمیدونم کی دیگه. من فکر می‌کنم آقای اگه میتونید اسم بیارید حالا. بله آقای آخوندی مثلا. یکی از این وزرای دوست این وزیر صنعت و معدنه که از یه طرف میگه ما هیچ غلطی نکردیم، از یک طرف همزمان با برکناری از وزارت صنعت و معدن خودش رو برای چپاول در وزارت کار آماده کرده. مجموعاً امتحان خوبی تو این چند ماه پس ندادیم. من از خودمون شروع میکنم. شریعت مداری در حال این حرفها رو میزنه که بعد از استعفا از وزارت صنعت بلا فاصله خودش رو برای پست وزارت کار نامزد کرده. حالا از دزدی و چپاول در کابینه شیخ فری بریم سراغ مجلس وحوش و باندبازی و یارگیری در مجلس. دو تا دسته اکثریت مجلسن، یک دسته اعتدالیون و اصلاح طلب ها، یه دستن دسته اصولگراها. آقای لاریجانی چند ده تا نماینده اون وسط داره، چند ده تا نماینده داره که تعیین تکلیف میکنه برای مجلس. یعنی اگه یه روزی قرار شد که رئیس مجلس ثبت نام بکنه رقابت بکنن، آقای عارف که رقابت میکنه، آقای دارجانی این چند ده تا نمایندهشو میچسبونه به کی؟ میچسبونه به اصولگراها و خودش میشه نامزد اصولگراها. وقتی مثلا سه تا وزیر میخوان رأی بیارن، رأی اعتماد بیارن، این چند تا دفت نمایندهشو میچسبونه به اصلاح طلبا و اعتدالیون، اون وزیرا رأی میارن. این هم پاسخ مردم به آخوندهای دوست و کارگزاران اختلاسچی حکومت. ای لشکر غارتگران آماده باش، آماده با بهر فراری بی امان، آماده باش، آماده با خوردید خون مردمان. ای دزدهای بی شرف، جز دزدی و غارتگری باشد شما را که هدف. از میمنه تا میسره حمله کنیم از هر طرف، آید زمان
انتقام آماده باش آماده با اصلاح طلب اصولگرا دیگه تموم ماجرا اصلاح طلب اصولگرا دیگه تموم ماجرا. بله همین روزاست که کل نظام ولایت راهی زباله‌دان تاریخ بشه و یه چنین بلایی سرش بیاد. هفته پیش آخوندا در یک برنامه نمایشی تعدادی از زنان را به استادیوم آزادی بردن، اما معلوم شد که توی این وضعیت حتی توان مانور دادن هم ندارن، چون بلافاصله دادستان آخوندا اومد توی تیویدیش و اینطوری گفت: دیدن یک بازی فوتبال افراد خوب میخوام ببینن برن تو خونه هاشون میتونن از طریق تلویزیون هم ببینن. این چه اصراری است که ما بخواهیم یک زمینه رو فراهم بکنیم که یه عده خدای نکرده مرتکب گناه بشون و هنجار شکنی بشون. این هنجار شکنی ها برای ما قابل قبول نخواهد. دلقک خمینی همچنان در تلاش تا یه جوری خودش رو در صف مشنگای هفته جا بده. ببینید این بار خودش رو با چی مقایسه میکنه. حتی بابای من آمد گفت من تو رو فرستادم مجتهد بشی، تخت سیاه چیه بچه‌ها جمع کردی؟ چون وقتی کوچه را میرفتیم بچه ها عقب من میدویدن، بچه ها کاشونی طوریه لای جای دیگه میدویدن، بچه ها یا عقب دیم نمیدوند یا عقب سکتوله. من را میرفتم این بچه ها عقب من میدویدن، هر که صحنه میدید میگفت تو میخوای چه کنی؟ گفتم بابا ما پزشک اطفال نداریم. گفت چرا؟ گفتم میشیم آخوند اطفال. چه اشکال؟ گفت آینده چی میشه؟ جزء هیئت علمی نمیشی ها، آیت الله نمیشی ها. نوبتی هم که باشه، نوبت میرسه به سال حمایت از کالای داخلی و جدیدترین دستاوردهای این سال. سال حمایت از کالای ایرانی. بالاتر یه ساعت کمی ای سم رخت و سر ای سوسک لحظه به لحظه داره شارژ تر ایمون سوسک خردمون. آها آه. بیا این سمک و حضرات بیا 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 ببینیدش نه سیداش کنید ها بیا بیا سمکونه با این هم تلفیقی از خورده کیک و هوا که به عنوان کیک ارائه شده. موضوع اختلاس در بین آخوندها به قدری عادی شده که دامنه اون به تیویریش هم کشیده شده. ببینید چه راحت با زبون طنز ازش حرف میزنن. یه مدیر 12 میلیارد تومان در گذشته چند ماه پیش حق ماموریت گرفته به فرموده قاضی سراج، 1 دقیقه ماموریت نرفته، 12 میلیارد تومان. همین آدم 500 میلیون تومان فقط فاکتور قضا داده. چی خوردی بزرگوار؟ 500 میلیون تومان. تو همین استان که این اتفاق افتاده یه فرد دیگه 70 میلیارد تومان حقوق عوارضی دولت رو پرداخت نکرده، حد زدن که به 100 میلیارد تومان این بدهی برسه. حالا فرمایش دادستان محترم دیروز،
یه مدیر توی شرکت 8800 میلیارد تومان پول از مردم گرفته به اسم تجارت، فرار کرده. اموالی که ازش توقیف شده کلن 260 میلیارد تومان بوده. 8800 میلیارد تومان. این عددا دیگه از نجومی اینا رد شده، اصلا ماشین حسابا صفراشو نمیتونن بنویسن دیگه، از چندین کهکشان هم رد شده. من تیتر رو زدم در نرفته بگیرید لطفاً، خیلی متشکرم از این دستگیری ها، ولی چرا بعدش ما متوجه میشیم؟ این گزارشگر تیویش هم اومد کلاس بگذاره، انگلیسی حرف بزنه، نتیجهش این شد. مستر فاریاس، your team in last World Cup in 1994, yeah? Why your team in World Cup no? در آخر توجه شما رو به هنرنمایی این کودک هموطن جلب می‌کنیم که شعر زیبایی از حافظ رو طوری دکلمه می‌کنه که انگار معنی کلمه به کلمش رو می‌فهمه. باز یاران چشم یاری داشتید، خود غلط بود آن شمی پنداشتید، تا درخت دوستی کی در دهد، هایا رفتیم و تخمی کاشتیم. گفت و گو آین درویشی نبود، ورنه با تو ماجراها داشتیم.